دست تأثیر رازگشایی هایی که نوشتن متن حاضر انجام می دهد متوجه می شوم که خداوند در حال هدیه دادن به من است. زیباترین هدیه و اشکم سرازیر می شود. خداوند به من یک تن هدیه می کند در ازای سالهای تبعیدم. یک تن همانند تن همه، منتها تنی که کسی نمی تواند به این طریق آن را دارا شود. ورود به زندگی در سطحی بالاتر، ورود به عالم است. دو تن من یک تن شدن، تن ایران، تن فرانسه. پس با ترک ایران تنم را از دست دادم برای بار اول و با بازگشت به ایران برای بار دوم تن را از دست دادم که شاید بار سوم باشد و بار دوم در انگلیس اتفاق افتاده است که با انتخاب مرگ بایستی خاک آنها را ترک می کردم. در حالی که برای آنها نوشته بودم هرچه زودتر خاک آنها را ترک می کنم. در 11 صفحه نامه هم منتها قبر مرا ساختن، مرا در قبر کردن با قطع کردن اقسام وسایل ارتباط با بیرون با دنیا. از خانه هم شروع شده بود این قطع ارتباط و بار دوم بود که پلیس به دادم نمی رسید. در مورد رفتار اجاره دهنده خانه چون حمایت می شد. این بار دوم شاید شش بار پلیس را از پلیس خواستم بیاید و حتی یک بار گفتم برق مرا قطع کرده و دیگر نمی توانم تلفن همراهم را شارژ کنم و ارتباطی نمی توانم دیگر با بیرون برقرار کنم و زن پلیس پاسخ داد پول برقت را حتما پرداخت نکرده ای. علامت تعجب. پس 3 بار روح من تن خود را از دست داد. به صورت زمینه کنتکست ظهور کرد. در این متن در اضافه به آنچه زمینه پیامی که در جای نوشتنش بوده از هویدا می کرد در بالا در مورد معنای معکوس جمله برژه توکی هستی. که آنچه هاشم رازی می نویسد در مورد روشنایی که اساس است و سایه مضاعف است که روشنایی تمام خیر است. همینطور برژه که سایه است و جنایت انجام می دهد از زندگی من بیرون برده شد. به سوالش جواب دادم با نوشتن شعر قنشاق در نامه ام. من کی هستم؟ پس از فارغ التحصیل شدن از دوره دکترا. قنشاق که با شگفت انگیزی نقاب بر می دارد با بیان آنچه نفس دوم است. از آنچه جنایتی به انجام رسیده است. این روزها در این سطح از فهمم و از فهم از طریق ادامه متنهایی که خود به خود نوشته می شوند و محدوده هایی را ترسیم می کنند برای نشان دادن، دیدن، گذرهای شدن شهره که امروز به معنای موازاتی نسبت به 3 مرحله عمل کیمیاگری خود را عنوان می کنند. خداوند دروغ نهاد تحقیقی فرانسه در مورد هویتم را برای من هویدا می کند. همزمان که حقیقت هویت مرا هویدا می کند. با نرمی برای بیان این حقیقت. گذاشت 1 سال بگذرد. 2018 شروع شد. برای اینکه ادامه در گیومه در سطحی دیگر از این حقیقت را به من بنمایاند. وقتی برای شروع تجربه در 2018 3 سال زمان کرونوس ساعتی مهلت به وجود آورد. در 2015 به ایران بازگشتم و 21 دسامبر در ایران بودم اگر اشتباه نکنم. با چنان لطافتی همه چیز به وقوع می پیوندد، لطافتی که خصوصیت عالم مثال عالم واسط است. نمی دانم متن حاضر میراث ایرانی خواهد شد یا نه برای دنیا. امید دارم. منتها واضح است که نهاد دانشگاهی فرانسه میراث من برای فرانسه و برای دنیا را نخواست. با گذاردن ممنوعیت انتشار برای خوانده شدنش این میراث خفه شد. آنچه نوشتم در این پاراگراف همان لحظه ظهور کرد و امکان دارد که این میراث مرده عالم با ارادهش آن را آزاد نموده است. نوشته شده است در دومین آخرین نمونه داستان زندگیم عالم حقیقت آن را در آغوش گرفت، استقبال کرد. آنچه از زندگان عالم حقیقت است به آسمان بالا می رود. عالم واسطه
متن من است که متن دکترای من می باشد. با در نظر گرفتن اینکه جان سالم به درد بردم توسط بدن خاکیم در زندگی روزمره، منتها بدن مثالی من است که به آسمان صعود عروج کرده است توسط دیدن صحنه در 13 نوامبر 2018. به بدن فیزیکی دیگری و دیگر در اینجا به معنای جدید نیاز داشتم، در نتیجه تولد ثانوی به وقوع پیوستنش. بدن مثالی من به آسمان عروج کرد. همیشه بدن مثالی من است و توسط عمل کیمیاگری و برای دارا شدن بدن فیزیکی جدید و بدن مثالی که سه خصوصیت لطافت زیبایی در آن افزایش یافته است و در بدن فیزیکیم در روانم نیروی را دارا شدم که قبل از وقوع تجربه در 13 نوامبر 2018 هیچگاه آن را دارا نبودم، چون از نوع هدیه الهی است. دلوز یک جمله در مورد شقاوت نوشته است به عنوان جزئی از زندگی هر جامعه و دوست داشتم می توانستم این جمله را پیدا کنم و در این مجای خود را بیابد. 10 ژانویه 2020 هستیم و تاریخ 13 نوامبر 1984 را خواندم در متنی در مورد شدن که دلوز نوشته است و 13 نوامبر تاریخ روز تجربه نفسانی من در 2018 و متعجب هستم که جمع اعداد 2018 برابر 11 است. اضافه می کنم این خطوط را در حین ترجمه این متن به فارسی در مورد عدد 11 در بازی تارو مرسی که این روزها به دلیل کنجکاوی خواستم آن متن را باز بخوانم. گذر از به زبان فرانسه از گوگل فرانسه ترجمه می کنم. رها کنید صدای درون خود را برای هدایت شما به سوی رشد و ثبات. عدد ایمان است و بسیار مرتبط با غیبگوها و پیامبران. در بازی تاروی مارسی مرتبط است با عدالت. در مورد عدد 11 بود. ادامه ترجمه پاراگراف بالاتر 11 11 13 11 11 28 داده های جدید هستند در رابطه با مرگ تولد من در 2018 و تولد ثانویم که در این حین آن تجربه به من اعلام شد. اعداد در خط بالا می شوند 22, 28, 22, 13 و تفریق برای هر یک از این جفت برابر است با 6 و 9 و عدد 13 از عدد 28 کم شود برابر است با 15، در حالی که 9 و 6 در جمع آنها برابر است با 15 همچنین. آیا رفتار ایرانی های در قبال من نیست در برگشتم به ایران در 2015 اقوام به جز خالی کوچک شوهرش و دو فرزند بزرگسال آنها، همچنین رفتار سه مهندس معدن که آخرین آنها در بالا در این متن حضور دارد؟ لحظاتی پیش این خطوط را در فایل نوت 109 نوشتم و خطوط زیر به گفته نوشته دلوز هستند در فایلی که با کلمه شقاوت باز کردم ساختم. به حرف در آوردن کنتکست نوشته دلوز عکس العمل نشان می دهم نسبت به این مطلب، چون من عمیقا فکر می کنم که شقاوت همیشه یک بروز از کودک ماندنی بودن است. همیشه تمام هنر امروز هر روز کودک مانندانه می شود. سه نقطه، این کودک ماندگی را در رمان دیدیم و به صورت کاملا غیر باور آن را در نقاشی می بینیم و به خودخواهی محض رسیده ایم. به بیمارگونگی. سه نقطه، امروز هنر یا ناله است یا شقاوت، راه دیگری نیست. دو نقطه، یا می نالیم یا یک تمرین کاملا مجانی شقاوت انجام می دهیم. روسلینی به درستی شقاوت را موقعیت تماشاگر شهوتی خالص تعریف می کند. شقاوت این است که بری به شخصیت یک نفر تجاوز کنی. این هست که در شرایطی قرارش بدهی برای رسیدن به یک اعتراف محض و رایگان. اگر مسئله اعتراف با قصدی معین می بود قبولش می کردم.
منتها تمرین یک شهوتی در پرانتز فرد شهوتی پرانتز بسته یک فاسد است. بایستی گفت چه هست. دو نقطه شقاوتمندانه است. سخن دلست بود در مورد شقاوت. احساسهای برانگیخته شده در بدن من این روزها به من آگاهی دادند آنچه این افراد با من کردند. نوشته شده است در این متن و در دو نمونه داستان زندگیم و در دکترا هم نوشتم. حس کردن هیجان شکنجه برای آنها، شکنجه بدن روان من دائما تحت شرایط قرار گرفته برای به حرف در آوردن زمینه کنتکست به قصد لذت بردن از آن. زیباست که بدن من زنده آگاه باشد برای اینکه بنویسد، بنوشته در بیاورد. اینکه چطور بدنم تحت شرایط قرار داده شده است برای به سخت آوردن هویدا کردن عمق ته که لذت روند پروسس کشتن من است، بدون توقف زمینه را به حرف در آوردن. سوال دکتر جسپان، حقیقت شما چیست؟ دور جهنمی، دور ادیپ برای یک زن، زن دکتر برای من تحت آن شرایط. زندگی در فرانسه وارد شده در سن 17 سالگی برای تحصیل کردن. تمام اینها را دکتر جسمن می دانست. جمله دکتر جسمن، شما زندگی سختی را انتخاب کردید، نمونه همان است. جملات برژه، چون آنها بهترین قسمت رو برای آخر نگه داشتن. اصطلاح فرانسوی گاتو سوغی سوغلو گاتو. برژه به عنوان استاد تحقیق سال پنجمم به من گفته بود متحیرم از عمق تفکرت، منتها این عمق تفکر را دوست نداشت که این پاسخ را به او داد. چه مردی قادر از پاسخگوی احساس من باشد؟ یک روشن فکرم و یک نقاش. همچنین دولت انگلیس خوشش نیامد از عمق تفکر شهره در 11 صفحه پاسخ برای اداره مهاجرت آنها. در پاسخشان نوشته بودند می توانید دلایل این تصمیم را جویا شوید در حالی که عضوی از اتحادیه اروپا تست مهاجرت شامل حال من نمی شود. سعید بسیار درست متوجه شده بود با گفتن به من که چطور ممکنه که من حق نداشته باشم به درآمد اجتماعی دولت انگلیس، حالان که لهستانی ها را می بیند که این حقوق را دریافت می کنند و برای خود می چرخند. در حالی که کارمند شهرداری به من گفت من هیچ حقی ندارم. خود شما بایستی هزینه زندگیت را پرداخت کنی. و کنسولی فرانسه در لندن گفت شما حق دریافت حقوق را دارید. و من پاسخ دادم آنها گفتند هیچ حقی ندارم. شیطان و عشقش برای پول. عمیقا حس کردم دولت انگلیس چیست با تمام آنچه به دیگران متحمل می کنند. در آخرین نمونه داستان زندگیم نوشته شده است که مرگ را انتخاب کردم چون ایران از مرگ مهمتر است و شیطان ایران را هدف گرفته بود به دلیل پاسخ اداره مهاجرت آنها به اقامت من و به دلیل این رفتار آنها به پاسخ 11 صفحه‌ای من. مرگ را انتخاب کردم به جای زندگی کردن در روی خاک آنها با خروجی های خاکشان که به روی من بسته بودند. در صورتی که با صدای بلند و قوی نوشته بودم کشور شما را هرچه زودتر ترک خواهم کرد. در 11 صفحه دلوز آنچه در خطوط آخر در بالا نوشتم را بیان می کند. ایران مهمتر از مرگ برای من. دو نقطه عکس‌العملی که انسان را از آن فاقد کرده اند فقط با ایمان جانشین می شود. تنها ایمان به دنیا می تواند انسان را پیوند بدهد به آنچه می بیند و می فهمد. زیباست و متحیرانه که آنچه در این متن نوشتم روند پروسس باشد. دلوز در کلاس درس می گوید نزد پاسکال شرط بندی این است. بار دیگر
دنیا را به من بدهید، این دنیا را، طوری که در همان لحظه که ایمان جانشین شناخت می شود، ایمان تغییر ماهیت می دهد، یک تغییر بنیادی. ایمان خاتمه می یابد، ایمان به دنیای دیگر باشد، برای مبدل شدن به ایمان در این دنیا. گفته دلوس. آیا همین نیست کلید دکتر جوسپن برژه، آن یکی که نامش را روی دکترای من گذاشت و خانمی که هویت مادر به خودش می دارد، در جامعه‌ای که ایران است و به کنسولگری ایران در فرانسه تلفن می گوید بگوید در را به رویش باز نکردم در سال 2000، که کاملا آگاه هستند به قصد خود که افرادی مانند خود این افراد در ایران و در فرانسه که از من دنیای مرا گرفتند. تا سرگردان باشم بین زمین و آسمان، در حالی که تمامی قدرتم را جمع کرده بودم برای عزم به تبعید در 17 سالگی، با این قول در قلبم بر می گردم و به کشورم خدمت می کنم و این افراد مرا از دنیای زندگی که از آن من است محروم می کنند، برای اینکه دنیا را متعلق به خود کنند فقط. و روان پیسیشیسم مرا تحت شهوت خود قرار دهند تا آنچنان خسته شود این روان که جمیله به من بگوید تو از پا افتاده ای. و با آوردن این جمله برای خانم روان پزشک جوسپن هیچ پاسخی نداد، نگاهی به من انداخت و سرش را برگرداند روی دفترش. و من نگذاشتم شهوت آنها افزون شود. با دادن آخرین پیام که پیامی خشونت‌آمیز باشد، همانطور که به برژه نگفتم خفه، همانطور که در این متن نوشته شده است قبل از این صفحات. بازیستن فاجعه در انگلیس در 2014 و تماما در آخرین نمونه داستان زندگیم نوشته شده است که متوجه شدم که در فرانسه همان بوده، منتها به دلیل دوست داشتن فرانسه متوجه نشده بودم.